عمار ملکی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تیلبرگ از لاهه با مصاحبه ملکی. چیزی که برای من خیلی جلب توجه کرد در این فایل صوتی این هستش که این اپوزیسیون و براندازها نیستن، این خود چهرهای بسیار نزدیک به حاکمیت هستن. در یک جلسه خصوصی که احتمالاً هرگز فکر نمی‌کردن فایل صوتیش به بیرون و اینجا در ایران اینترنشنال برسه و درز بکنه، دارن در مورد اتفاقات و اعتراضات ایران حرف میزنن و تصویری که اونها دارن میدن اتفاقا همون تصویری هستش که بسیاری از کسانی که امیدوار به براندازی در ایران هستن هم بهش معتقدن که جدیست این بار به نظر در مقایسه با دفعات قبلی. درود خدمت شما بینندگان محترمتون. من فکر میکنم اگر قرار باشه مقاطع مختلفی که در این خیزش انقلابی تا الان داشتیم رو که میدونیم یک به اصطلاح اتفاقات مهمی بوده که هر کدوم یک مقطع بوده، من فکر میکنم بعد از فایل این انتشار افشای این فایل صوتی ما دوباره یک مقطع جدید داریم. یعنی آن چیزی که شما بخشی از به نوعی بخشی از افکار عمومی رو سالها سعی میکردن پنهان نگه دارن، این افکار عمومی به نوعی مشخص شد. آن چیزی که خب بالاخره سخت بود در موردش به نوعی راستی آزمایی بشه این بود که در درون به اصطلاح این دالانهای جمهوری اسلامی نیروهای امنیتی چه میگذرد، اونها چه برداشتی دارند. خیلی ها سوالشون بود که اونها چه جوری فکر میکنند. اینها رو همه رو به نوعی روشن کرد، یعنی اون تاریخ خانه رو که شاید یک مقطعی بود که برای یک بخشی بود که بسیاری از معترضان نمیدونستند، اونها رو روشن کرد. ببینید امروز من کسی تماس داشتش از بی بی سی اینترنشنال که سالها اونجا کار میکرد، برای روزنامه انگلیسی مصاحبه میکرد، از من میپرسید که خب شما نتایج نظرسنجیاتون نشون داده که اکثریت بزرگ مردم مخالفن، تقریبا 80% جمهوری اسلامی رو نمیخوان، پس چرا این تظاهرات میلیونی در خیابونها نمیبینیم؟ من پاسخی دادم، اون موقع هنوز این فایل صوتی رو نمیدونستم اصلا منتشر شده، گفتم به خاطر اینکه شما فکر میکنید فقط همه باید در خیابان باشن، بخش بزرگی از مردم شکل‌های دیگه اعتراضی رو انجام میدن. گفتم شما اعتصابات رو در نظر نمیگیرید، یکی از گسترده‌ترین اعتصابات بوده. اون زمانی که من این حرف رو زدم نمیدونستیم که به نوعی 70-100% در استانهای مختلف که 21 استان که خود این مقامات امنیتی اعلام کردن که در این حد اعتصاب گسترده بوده. منظور اینجاست که در صورت نکاتی در این فایل ها منتشر شده و افشا شده که هر کدوم اینها به نظر من بسیار مهم هست، امید بخش هست، نشون دهنده که مردم درست دارن حرکت میکنن و حکومت هم دقیقاً اون صدای اون ترس و استراب رو از اون پیام اصلی که در صورت خاص بلندازی خواست تغییر این نظام هست رو گرفتن. یه بخش دیگری در همین فایل صوتی که فکر می‌کنم در گزارش مشتبه یه تیکش پخش شد، اشاره می‌کنن به این که این اعتراضات خیلی افقی هست و به نظر نمیاد رهبری داره، به نظر میاد همین هم خیلی از اونها رو کلافه کرده. دقیقاً اینجا بحث‌های مختلفی در این برنامه‌های شما شده، در برنامه‌های دیگری که این روزها بوده، بحث این بوده که ما اساساً در مورد مسئله مبارزه و اون چیزی که در اصل خیزش انقلابی در ایران هستش هیچ مسئله و کمبودی در مورد بحث رهبری و اینها نداریم. کاملاً به شکل شبکه‌ای افقی فراخوان‌های کاملاً خودجوش داره انجام میشه و دیدیم که دو ماه و خورده‌ای هم گذشته و هیچ کسی هم مشکلی در این زمینه نداشته. اگر هم بحث‌های این مدت در مورد بالاخره ارتباط با جهان گرفته میشه، اینه که یک کسانی باشند که اعتماد اجتماعی بهشون در ایران هست، در خارج از ایران صدای مردم و جنبش رو بتونن به دنیا برسونن. یعنی این هم بار دیگه تثبیت شد که این شواهد درون هم همین رو نشون میده. نکته دیگه هم شاید مهم باشه بهش اشاره کنیم، گفتید این مسئله ارتباط بین اصلاح طلبان و اصولگرایان هست. ببینید ما سالها میگفتیم که اصلاح طلبان، البته خودشون هم میگفتن، اینها خندق نظام هستند، خندق رو دور یک قلعه میکشن برای اینکه وقتی که قرار به قلعه حمله بشه در اون خندق بیفتید. این کارو کسالها اصلاح طلبان کرده بودن. مهمترین نکته این بودش که خندق دور نظام که این اصلاح طلبان بودن بعد از این انتخابات 1400 پر شد و الان به همین دلیل که اصلاح طلبان بیشتر نزدیکی رو پیدا کردن به همین جریان رئیسی و به حتی میگن که بیشترین تعدادی کسایی که پشت آقای خامنه ای نماز میخونن اصلاح طلبان هستن طبق همین فایل افشا شده و نشون میده که چقدر اینها در هم تنیده هستن و چقدر شعار مردم در مورد اون بحث اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا دقیق بود. نظرسنجی ما هم نشون میداد که محبوب ترین البته این نظرسنجی میگم مال اسفند 1400 بودش که نشون داد محبوب ترین شعاری که در میان ایرانیان در این چند سال اخیر قبل از خیزش انقلابی بود همین شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا بود و دقیقاً نشون دهنده این هستش که چرا مردم میدونستن که این دو دغدغه اصلیشون یکی است و در کنار هم قرار میگیرن. آقای ملکی، نکته جالب دیگر این هستش که چون گفتگوی داخلی هم هست و به نظر نمیاد که انتظار میداشتند که در خارج منتشر بشه، خیلی فنی در مورد این حرف میزنن که خب حالا چیکار بکنیم، چطور میشه این رو کنترل کرد.
ولی اون چیزی که به نظر میاد خودشون هم بهش اذعان دارن در جلسات داخلی این هستش که بخش قابل توجهی از مردم واقعا خواستار سرنگونی حکومت هستن و بعد همین شعارهایی که میدن که مثلا این اعتراضات مربوط هست به ایالات متحده، به عربستان، به بریتانیا و اینها، جالبه که به عنوان یک تکنیک دارن ازش یاد میکنن. یکی اون وسط میگه که بگیم عربستان سعودی رو هم اضافه بکنیم چون بخشی از مردم با سعودی‌ها خیلی خوب نیستن. یعنی به نظر نمیاد هیچ انسجام فکری دارن، فقط میگن که از چه تکنیک استفاده بکنیم که شاید بتونیم یه بخشایی رو به خودمون جذب بکنیم. دقیقاً همین که میفرمایید، یکی از اصلی ترین چیزهایی که در این فایل صوتی افشا میشه اینه که تمام آن چیزی که داریم میبینیم یک جنگ روانی و پروپاگانداست. سالهای قبل هم میدونستیم که این کارها میشه، ولی در این شکلی که در این خیزش انقلابی دارن تلاش میکنن، نه که فقط با یک جنگ روانی به اصطلاح انتشار اخبار دروغ، در همین فایل این مسئله حسین رونقی و اون اهمیتی که داره و این حملاتی که همین چند روز بعد از اون انتشار عکسی که با مادرش بود نشون دادن، بعد اومدن گفتن اصلا دروغ بوده که پاش شکسته، همه اینهایی که می‌بینیم در همین چند شاید ساعت مثلا یک دو روز گذشته می‌بینیم، همه اینها نشون دهنده این بودش که چگونه در اینها از نهادهای امنیتی شروع میشه، پخش میشه و سعی می‌کنن یک جوری این جنگ روانی بالاخره مخالفان معترضان رو به نوعی درگیرش بکنن. همه اینها به نوعی به نظر من نشان دهنده مهمی است که گام بعدی از اینجا بعد این هستش که مردم بهتر می‌دونن و بهتر می‌دونن که در اصل چه تقابلی دارن در حوزه جنگ روانی و در حوزه واقعیت اعتراضات که در خیابان در جاری است. به جنگ روانی اشاره کردید، در بخش دیگری از همین فایل صوتی به نیروهای سرکوب اشاره میشه و فکر میکنم خود آقای قریشی است که میگه این نیروهای انتظامی ماهی 6 میلیون 7 میلیون 8 میلیون تومان بیشتر دارن نمیگیرن و خود خامنه ای مصر هستش که هم به اونها روحیه داده بشه و هم به معیشتشون رسیدگی بشه. به نظر میاد که حتی همین حرفی هم که بسیاری از مخالفان حکومت میزدن که نیروهای سرکوب هم خسته شدن، بسیارشون دارن همراهی نمیکنن، چیزی نیستش که فقط شعار رو برای تخریب روحیه باشه، واقعا روی زمین اونها که اطلاعات دست اول دارن روی زمین هم دارن اینو تایید میکنن. بله دقیقا این هست. در اصل این شواهد مختلفی بوده که اختلافاتی در بین نیروهای سرکوب هست، بخشی در اصل از بدنه نیروهای انتظامی خواهان این نیستن که در برابر مردم خودشون قرار بگیرن، کشتاری که در اصل شاید مطلوب مقامات جمهوری اسلامی هست انجام بدن، اینها رو میشه دید. و من فکر میکنم اتفاقا شاید یک نشانه باشه که اگر یک پیشنهاد، اگر یک به اصطلاح بتونه در یک مقطعی در عرصه جهانی و در اصل به نوعی مخاطب همین نیروها قرار بگیره که این مردم، این کسانی که در اصل خواهان تغییر هستند، دنبال کشت و کشتار نیستند، دنبال این نیستند، در خلاف اون چیزی که جمهوری اسلامی در همین سال یک دو ماه دیدیم که بارها اعلام کردش که اینها به ماموران میانی گفتن که اگر ما برویم، اگر این نظام عوض شه، این معترضا همه شما رو میکشن و قتل عام میکنن، در حالی که این پیام نیست. مردم دنبال قتل عام و کشتار و اون چیزی که خود جمهوری اسلامی بعد از انقلاب 57 درصد ازش شکل گرفته نیستن، به شرط اینکه در هر صورت بشه این گزار رو زودتر انجام داد، بشه این بالاخره انتقال آرام صورت بگیره. این فکر کنم خودش یک مهمه که اگر بشه همچین پیشنهادی داشتش که اگر تن بدهد درصد حکومت از طریق فشار بین المللی به یک گزار انتقال آرام، مطمئناً ریزش در میون اون نیروها بیشتر میشه و اونها احساس میکنن که میتونن به مردم بپیوندن. اگر این فایل صوتی یک دریچه به ما بده به نحوه فکر کردن مقامات جمهوری اسلامی، فکر میکنید که خودشون پذیرفتن که کار به جای رسیده که مثل یک بیماری لاعلاج دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره؟ بله درصد نکنید، شواهد بسیار هسته. شما معمولا وقتی که میدونید که بخش اکثریت مطلق مردم شما رو نمیخواهند و این نخواستن هم فقط در حالت به نوعی منفعل نمونده، کاملا فعال شده. ما میدونیم از خیلی سال پیش مردم نمیخواستن، یعنی حداقل از اون دوره‌ای که ما تونستیم این چیزا رو اندازه‌گیری بکنیم از سال 96-97 میدونستیم که حتی اونایی که اومدن به روحانی رأی دادن در سال 96، 85 درصد اونها میگفتن در یک رفراندوم آزاد ما به جمهوری اسلامی نمیگوییم. اما این به نوعی حالت بالفعل بالقوه بودن الان بالفعل شده، یعنی مردم آمدن، نسل‌های مختلف اومدن در پیوند با هم، در خیابان، در اعتصاب، در خرابکاری شرافتمندانه، همه اینها دارن نشون میدن که جمهوری اسلامی نمیخوایم. حالا جمهوری اسلامی هم در همین جنگ روانی فقط داره سعی میکنه اینها رو ببینه چگونه میشه اطلاعات غلط بده و با پروپاگاندا یک جوری نشون بده که نه، این اکثریت نیستن که ما رو نمیخوان، که شاید بتونه این رو به تاخیر بندازه،
شاید بتونه اختلاف بندازه، شاید بتونه بالاخره یک فرجی بشه، یک جایی یک اتفاقی بیفته، مثلا در جهان یک مسئله پیش بیاد. همه اینا نشون دهنده که این باور که مردم ایران ما رو نمیخوان، ما باید برویم، در اونها مشخصا شکل گرفته. ولی خب در صد هر حکومت استبدادی سعی میکنه تا آخرین لحظه مقاومت کنه و تن ندهد. فایل صوتی بسیار مهمی هست، طبیعتاً در تلویزیون همش رو نمیشه پخش کرد، ولی در شبکه‌های اجتماعی ایران اینترنشنال بخش‌های بیشتری از اون هست. حتماً دعوت می‌کنم که بینندگان بعد از پایان برنامه اون رو هم بشنون. ممنونم از شما عمار ملکی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تیلبرگ از لاهه هلند.